سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی دو دقیقه صبر کنیم تا دوستان بیشتری به ما ملحق بشن، بعد آغاز کنیم جلسه. به نام خدا، امیدوارم حال همه دوستان خوب باشه. این جلسه دوم از این نشست های معرفیه که ما من و آقای میثم محمدی دوست فریخته جلسه رو برگزار کنیم و یه تعداد کتاب رو معرفی کنیم خدمت دوستان. خب آقای محمدی فکر کنم الان میتونم به ما ملحق بشن. بذاریم من برایشون یه امروز قرار هست در مورد کتاب فرهنگ زبان فارسی باستان دکتر شنگیز مولایی حرف بزنیم که مدتی هست به بازار اومده و این مقدار از ویژگی ها و فصل بندی های این کتاب رو بگیم و معرفی کنیم خدمتتون. آقای محمدی، من درخواست شما رو تایید کردم، نمیدونم چرا همچنان نمیتونید ملحق بشید. من دعوت کردم آقای محمدی رو که ما ملحق بشن و بتونیم جلسه امشب رو شروع کنیم. بزرگم که مشکل حل بشه، نمیدونم جلسه قبلا ما یکم مشکل داشتیم در این زمینه. محمدی هستم تا بتونیم جلسه رو شروع کنیم، ولی نمیدونم چرا نمیتونم ملحق بشم و اینکه من دعوتشون کردم. برای من نوشته آقای محمدی میگن درخواست نیومده، ولی برای من نوشته دعوت شده. نمیدونم چرا. آره، شما یه بار خارج بشید دوباره بیاید یه درخواست برای من بفرستید لطفا، من تایید کنم. خب همون که گفتم، ما امشب میخواییم کتاب فرهنگ زبان فارسی باستان دکتر چنگیز مولایی رو معرفی کنیم خدمتتون. این کتاب چاپ انتشارات آقای خاور هست و زمستان 1399 عرضه شده. چند ماهی هست که از چاپش میگذره و حدود 1000 نسخه ازش چاپ شده و من درخواست آقای محمدی رو گرفتم و تایید کردم. حالا امیدوارم که مشکل حل بشه. سلام 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 نیما جان، سلام خدمت دوستان. مرسی. خوشبختانه امروز مشکل حل شد و میتونیم با هم دو نفری ادامه بدیم این مطلب رو. من یه مقدماتی گفتم که کتاب اسمش چی هست، نویسنده کی هست و چاپ و انتشارات و چیه. من نزدیک بود که دیگه. خب قیمت این کتاب هم بگم بعد نیست، شاید دوستانی که بخوان تهیه کنن ببینم قیمتش چنده، ولی هرچی دنبال قیمتش میگردم من پیدا نمی کنم چیزی دارم. ببینید بعضی وقتا انتشاراتی ها قیمت نمیزنن به خاطر اینکه وضعیت کاغذ از بس خرابه، ترجیح میدن تیراژ کم چاپ کنن، مثلا میزنن توی چیز صفحه شناسنامه که 1000 نسخه،
ولی واقعا 50 نسخه چاپ میکنن یا 100 نسخه که بعدا هر وقتی خواستن تعداد دیگر رو چاپ کنن با هر قیمتی که میخوان. اونم تقصیر بله انتشاراتی نیست، اینا باید یک حمایتی داشته باشن برای کاغذ که نداره. دقیقا. خب من هم همونجور که آقای محمدی گفت این قیمت اصلا یادم هم نمیاد، واقعا چند خریدم قیمتش هم پیدا نمی کنم، دلیلش هم آقای محمدی گفتن. آقای محمدی میخواین شما شروع کنید فصل ها رو اینا یه توضیح بدید، منم در آخر یک هفت تا نکته ای که به نظرم این کتاب ویژگی های خیلی خوبش رو به صورت جمع بندی برمیشونم و تمام کنید. من سعی میکنم خیلی کوتاه بگم به خاطر اینکه قرار ما اینه که این جلسات کوتاه باشه که خسته کننده هم نباشه، در حد معرفی کتاب. فقط اولش راجع به دکتر مولایی که ایشون استاد دانشگاه تبریز هستن در رشته فرهنگ زبان های باستان بگم که خب ما ایشون رو در این رشته به عنوان یک اوستاشناس میشناسیم در ایران، کارهای زیادی روی بخش های مختلف اوستا کردن، دو تا کار خیلی خوبشون فروردینیش و آبانیش چاپ هم شده. تخصصشون در زمینه ایرانی باستان هست و علاقهشون انگار بیشتر با توجه به کاری که دولا کردن. این فرهنگ زبان فارسی باستان انگار یک نسخه کامل شده کتابیه که قبلا به اسم راهنمای زبان فارسی باستان چاپ کرده بودن. اون کتاب رو بیشتر برای دانشجوها تعریف کرده بودن، یک سری متنای نمونه از کتیبه‌های فارسی باستان داشت با واژه‌نامه‌ای که واژه‌نامه اون متون بود با توضیحات اشتقاقی. منتها این کتاب، کتاب فرهنگ زبان فارسی باستان که به تازگی چاپ شده، واژه‌نامه کامل لغات فارسی باستان هست، اونجوری که تا حالا کتیبه ها خونده شده و دانشمندان لغات رو تونستن بخونن. کتاب با علائم اختصاری شروع میشه، اینکه مثلا کتیبه اگر مثلا ببینید دی پی دی منظور چی هست، مثلا اگر ببینید دی اس منظور چی هست، مثلا یکیشون کتیبه داریوش تو شوشه مثلا، یا یکیشون کتیبه مثلا خشایارشا تو یک جای دیگه است. اینا همه رو با علائم اختصاری میتونید راحت پیدا بکنید. بعد علائم اختصاری اصطلاحاتی که بیشتر اصطلاحات دستوریه. بعد از این علائم اختصاری میرسیم به بخش نخست که بخش اول اصلی کتابه. توی بخش نخست لغات رو بنابر الفبای میخی فارسی باستان اومدن الفبایی آوردن، همه لغاتی که بناست در واژه‌نامه توضیحات داده بشه راجبشون از معنا تا اشتقاق اینجا به خط فارسی باستان، یعنی خط میخی فارسی باستان اومدن. بعد اندیشه نگارها رو آوردن که اگه اشتباه نکنم فارسی باستان حدود 20-21 اندیشه نگار داره که همشون تقریبا حالتهای مختلف 5 تا کلمه اگه اشتباه نکنم، مثل اهورامزدا و بومی و همچین کلمات پرکاربرد که اینا رو دیگه کاتبان به شکل کامل نمی نوشتن، از اندیشه نگار استفاده می کردن. بعد از اونم نشانه های عددیه. اما بخش اصلی کتاب بخش دومی کتابه که عنوانش از واژه‌نامه تفصیلی کتیبه های فارسی باستان. این واژه‌نامه از این نظر اهمیت داره که اولا واژه‌نامه الفبایه، اما اهمیتش در اینه که کارهایی که تا الان محققان راجع به این زبان فارسی باستان کردن، لغات رو سعی کردن بخونن، خوانش‌های مختلف هر چیزی بوده، این مطالعات فارسی باستان از زمان آغاز تا الان اگر بحثی نظری راجع به هر واژه‌ای بوده، دکتر مولایی این بحث‌ها و نظرها رو آورده، گاهی وقتا خودشون هم تحلیل کردن. خوبی کار اینه که از کار خیلی خوبه اشمیت، ما تو ایران بیشتر از کار کنت همیشه استفاده میکنیم توی رشته فرهنگ و زبان باستان، از کار اشمیت هم استفاده کردن، نظرات اشمیت رو آوردن، گاهی وقتا نظرات دیگر محققان مثل مایرهوفر، زمرنی یا دیگران هم آوردن. واژه‌نامه ریشه شناختیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زیر کلمات راجع به اشتقاق کلمات از ممکنه اگر دانسته شده باشه از هندو اروپایی، هندو ایرانی صورت‌های فرضی داده بشه، بعد اگر معادلی در سانسکریت داشته باشه یا صورت فرضی مادی رو اگر بتونن بازسازی بکنن و اوستایی، اون معادل ها در کنارشون آورده میشه، یا اگر هم ریشه ای در این زبان ها داشته باشه، بعد میرسه به نوبت به زبان های ایرانی میانه، چه غربی چه شرقی، همه اینها باز اگر بازمونده هایی داشته باشن یا هم خانواده هایی داشته باشن، یعنی هم ریشه هایی داشته باشن، راجع به اونها بحث کرده و مثال ها رو آورده و لغات رو آورده. و بعد از اون نهایتا به زبان ها گویش های ایرانی نو میرسه، مخصوصا فارسی، چون فارسی باستان میدونید نیای فارسی هست، خیلی از کلمات به فارسی هم رسیدن. کتاب نهایتا
کتابنامه داره و بعد از کتابنامه نمایه واژه. کتابنامه از این نظر مهمه که تقریبا همه کارهای مهمی که تا حالا راجع به زبان فارسی باستان شده در این کتابنامه شما میتونید پیدا بکنید، کتابنامه‌اش هم بروز هست. و اینکه نمایه واژه ها اینجوریه که هر واژه‌ای در توضیحات اشتقاقی راجع بهش بحث شده، چه صورت‌های فرضی مثلا در هندو اروپایی یا چه صورت‌هایی که در سانسکریت اوستایی یا دیگر زبان‌ها بودن، اینها رو جدا جدا همشون رو به شکل الفبایی آورده و لیست کرده. این از توضیحی که من راجع به بخش‌های مختلف کتاب داشتم. بهترین کتاب در زمینه فارسی باستان راجع به لغات فارسی باستان البته در حال حاضر همین کتاب هست. فقط یک اشاره کوچولویی هم بکنم که دکتر حسن دوست هم یک کتابی راجع به متون و دستور زبان فارسی باستان چاپ کردن در انتشارات فرهنگستان، راجع به اون هم بعداً در یک فرصت دیگه صحبت. حالا نیما جان شما. خیلی ممنون عامل جامعه، تشکر. بله من امیدوارم که بتونیم تو جلسات بعد در مورد اون کتاب دکتر حسن دوست هم صحبت کنیم و خیلی خوشحالیم که این کتاب ها در زمینه فارسی باستان داره کار میشه، چون خب معمولا همیشه کارا رو اوستا توجه به اونه و الان داره مقداری روی فارسی باستان کار. من هم اگه بخوام 6-7 تا نکته خیلی خوبی که تو این کتاب میشه پیدا کرد و دانشجو رو کمک میکنه بگم، یکی اینه که تو اون قسمت نخستش که شما گفتید واژه ها رو به خط میخی و حرف نویسی و آمانویسی فهرست کردن، فقط این یک کمک خیلی خوبی به دانشجو میکنه در پیدا کردن مدخل مورد نظرش. منظورم چیه؟ خب خیلی از این فعل ها فرض بفرمایید وقتی که به شکل ماده در میان صرف میشن تحولاتی پیدا میکنن که با ریشه اصلی خیلی فرق میکنه، مثلا ریشه کرد. خب این ما که دانشجو بودیم مثلا میخواستیم بدیم یکی فعلی که از ریشه کر ساخته شده رو پیدا کنیم، خب نمیدونستیم ریشه از ریشه کره این فعل، کلی گرفتاری میکشیدیم. ولی اینجا خیلی راحت میشه رفت پیدا کرد و توی همون فهرست اولیه‌اش و بعد جلوش هم یک نشانه زده که این از چه ریشه یه و بلافاصله آدم تو اون ریشه میتونه اون حالت صرفی و ماده فعل رو پیدا کنه. این خیلی کمک میکنه. من یادم دانشجو بودیم خیلی سر این گرفتار بودیم، چون ترم اول یا دوم کسی نمیدونه که اول که فارسی باستان ایمانی نمیشه، ولی حتی تو ترم های بعدی معمولا تو شناخت ریشه ها مشکل داریم و این خیلی کمک میکنه. یک ویژگی خیلی خوب این کتاب اینه که خب اکثر دانشجوها چندین زبان رو بلد نیستن، یعنی ما فرانسه آلمانی معمولا خب بلد نیستیم و انگلیسی میتونیم بخونیم، دسترسیمون به منابع خیلی محدود میشه. این کتاب این خوبی رو داره که از زبانهای مختلف اطلاعات خیلی خوبی رو گرفته به فارسی برای ما نوشته، یعنی دو کارگرد برای ما داره، هم ما را بی‌نیاز کرد از مراجعه به کتابهای مختلف، هم زبان فارسی برای ما نشه برای کسایی که مسلط نیستن یا آشنایی ندارن با زبانهای فرانسه یا آلمانی. یه ویژگی خوب دیگه این کتاب اینه که اسامی جغرافیایی که داده شده حدود مکانی و جغرافیاییش رو توی کتاب مشخص کرده و این به فهم و دانش ما خیلی کمک میکنه که این اسمهای جغرافیایی حوزهشون کجا بوده، محدودهشون کجا بوده. علی‌رغم این واژه‌نامه های دیگه توجه کرده به نقش و کارکرد نحوی حروف اضافه و حتی الگوهایی داده، مثلا برای حرف رفع چا اگه برید صفحه 202 نگاه کنید الگوهای مختلف اومدنش توی کتیبه ها رو داده. خیلی آموزنده هست اینها، یعنی دانشجو اگه مراجعه کنید این الگوها و این کارکردهای نحوی رو تو این کتاب میتونه پیدا کنه، یعنی واقعا کتاب با یه واژه‌نامه صرف فرق میکنه. یک کار خیلی خوبی که آقای دکتر مولایی تو این کتاب کردن اینه که بعد از کنت خب خیلی از خانش ها عوض شد، یعنی حد زدن که این خانش غلطه یا بازسازی ها عوض شد و ما نیاز داشتیم ببینیم کنت چی ها رو اشتباه خونده یا حد اشتباه زده که تو خانش های جدید عوض شده. این کتاب کار خوبی کرده، خانش های کنت رو همه رو مدخل کرده و اونجاهایی که اشتباه بوده یا نظریه جدیدی بهش اضافه شده توضیحی داشته خانش عوض شده رو مشخص کرده، یعنی گفته این نظر کنت بوده این خانش کنته ولی الان عوض شده، مراجعه کن به فلان واژه این واژه است الان. این خیلی خوبه، یعنی کسی که بخواد نظرات جدید بعد از کنت رو بررسی کنه در مورد خانش واژه به راحتی میتونه تو این کتاب پیدا کنه. نهایتا یه کار خیلی خوبی دیگه هم که شده اینه که خب بعضی از این واژه های ما مرکب بودن، ایشون جدا کرده و اون جداها رو مدخل کرده و به ما داده و ما میتونیم اون جدا شده ها هم دسترسی پیدا کنیم و ازشون استفاده کنیم. این مقاله بود که ببینم خیلی کمک میکنه به دانشجو و کتاب خیلی خوبه، یعنی
نسبت به آنچه که ما کم داشتیم جبران شده، چیزهایی که کم کاستی داشتیم و به نظرم خیلی کار آمده. من پیشنهاد میدم حتما دانشجوها اینو تهیه کنن، خیلی کمک میکنه هم در شناخت نظرات مختلف دانشجویان دانشمندان مختلف، هم این که از لحاظ نحوی هم دقت کرده و خیلی آموزنده. بله این هم توضیحات من میخواستم بدم. چون حرف از دکتر مولایی و دکتر حسن دوست شد، باید حتما اسم دکتر سرکاراتی رو بیاریم. این دو نفر شاگرد دکتر سرکاراتی بزرگوار بودن و دوتاشون چه اوستا رو، چه مسائل ریشه شناسانه و علم اشتقاق رو در محضر ایشون آموختن. چه شاگردای خوبی هم تربیت کرده، چه دکتر مولایی چه دکتر حسن دوست، هم از نظر اخلاقی هم از نظر دانش در زمینه اشتقاق مخصوصا واقعا شاگردای خیلی خوبی شدن و خودشون جای پای استاد گذاشتن. من دوست داشتم اسم دکتر سرکارتی هم بیاریم و حالا که حرفش شد، اگر بشه یک برنامه بذاریم راجع به دکتر سرکارتی با شاگردانشون. دکتر اصلا دوست اصولا تو این جمع نمیان، ولی دکتر منصوری و دکتر مولایی فکر میکنم تشریف بیارن. خیلی خوبه، چه پیشنهاد عالی. فکر میکنم که بتونیم به زودی این برنامه رو بذاریم و حالا یادی کنیم از دکتر سرکاراتی و خدمات علمی ایشون. واقعا همین شاگردان درجه یک دکتر سرکاراتی که در نظر گیریم خودش خدمت خیلی بزرگی، حالا چه برسه به کارهای ارزنده ای که مکتوب کردن. و البته دکتر منصوری هم در زمینه اشتقاق کارهای خیلی خوبی دارن میکنن، چه رساله دکتریشون که اشتقاق افعال فارسی میانه بود، چه بعدن که این مسیر رو ادامه دادن و آخرین کارشون هم نامنامه اسامی، در واقع اسامی فارسی میانه است در متون پهلوی، نامنامه متون پهلویه، اونم یه کار اشتقاقی خیلی خوبیه. یعنی سه تا شاگرد خیلی خوب دکتر سرکاراتی تحویل دادن، میتونیم ازشون استفاده کنیم از دانششون. امیدوارم که بتونیم با وجود این شاگردان خوبشون یه برنامه‌ای بزنیم و یاد ایشون رو گرامی بداریم. ممنون آقای محمدی، من عرضی ندارم، اگه شما فهم میشه دارید در خدمت. مرسی، ممنون از همگی، شب همگی بخیر. آقای شما شب دوستان بخیر. این دومین نشست از این مجموع نشست های معرفی کتاب بود که من و دوست دکتر گرامی جناب محمدی برگزار میکنیم. شب همگی بخیر، خدا نگهدار. خداحافظ.